سلام و درود به همگی شما عزیزان، به ویژه برنامه آرایشگر شو پارت 26 خوش اومدید. کسانی که تازه این ویدیو رو میبینن و منو نمیشناسن، خودم معرفی میکنم. من یوسف هستم و این کانال یوسف باربره. در این کانال محتوای آموزشی آرایشگری گذاشته میشه. لطفا اگر هنوز مشترک کانال نشدی، اون دکمه قرمز رنگ سابسکرایب بزن، عضو کانال شو، زنگوله کنارش هم بزن که به محض اینکه ویدیو جدید گذاشتم برای شما بالا بیاد و شما با خبر بشید. در پارت‌های قبلی آرایشگر شو ما به شکل سر و شکل صورت پرداختیم. در این ویدیو می‌خوایم بریم سراغ انواع جنس مو، انواع حالت مو و باهاشون آشنا بشیم. این ویدیو خیلی مهمه. حتما شمایی که می‌خوای آرایشگری رو یاد بگیری، باید آشنایی کامل با جنس مو و حالت مو داشته باشی که بتونی یه کوتاهی رو انجام بدی و بتونی به یه فرم زیبا و دلخواهت برسی. با من همراه باشید. دوستان، این جدولی رو که میبینید به ما میگه که ما 4 تقسیم بندی اصلی مو داریم که باید بشناسیم. در بالای صفحه سمت چپ نوشته نمبر تایپ، یعنی شماره یا نوع، و کنارش نوشته چی؟ نوشته هیر تایپ، یعنی نوع مو. و بالای صفحه سمت راست نوشته ABC و این هم برای ضخامت مو هستش که جلوتر بهش میپردازیم. تایپ 1 یا شماره 1، موی صاف یا استریت هیر. شماره 2، موی موجدار یا ویوی هیر. شماره 3، موی فر یا کورلی هیر، موهای سیم تلفنیه. شماره 4، موهای گره خورده که پیچش مو خیلی زیاده که بهش میگن کینکی هیر. این موها اینقدر پیچشش زیاده که داخل ساقه شون تا توی ساقه خودش برگشته و به اصطلاح گره خورده بهش میگن. حالا تو این جدول میریم سراغ ضخامت مو. تو این نوع اول که موها صاف هستن، با ABC میزان ضخامت مو رو مشخص کرده. A نازکه، B متوسطه و C درشته یا کلفته. میریم سراغ نوع دوم که مو موج داره یا بهش میگن ویوی هیر. به 3 بخش تقسیم میشه: A موجدار نازک، B موجدار متوسط و C موجدار ضخیم یا کلفت، که این ضخامت مو باعث میشه موج مو بیشتر نمایان بشه و تو چشم بیاد. بریم سراغ نوع سوم، مو فر یا کورلی هیر، که شبیه سیم تلفن هست که درجه ضخامتش با A و B مشخص شده. A به خاطر اینکه ضخامتش کمتره و نازکه، پیچشش عادیه، ولی در B ضخامت مو متوسطه، پیچش مو به خاطر ضخامت مو خودشو بیشتر نشون میده. و گزینه C مو ضخیمه یا کلفته و این ضخامت مو باعث میشه فر بودن مو بیشتر خودشو نشون بده که داخل این جدول کشیده نشده. میریم سراغ نوع 4، موی گره خورده یا کینکی هیر. در نوع 4 پیچش مو اینقدر زیاده که موها توی ساقه خودشونم میپیچن و گره خورده هم بهشون میگن و اونم درجه ضخامت داره. A مو نازکه، B مو متوسطه و C ضخیم یا کلفته، که در ادامه در تصویر بهتون نشون میدم که کاملا باهاش آشنا بشید. در این تصویری که میبینید بالای صفحه شماره 1A به ما موی صاف و نازک رو نشون میده و شماره 1B به ما مو با ضخامت متوسط رو نشون میده و شماره 1C به ما مو با ضخامت درشت یا کلفت رو نشون میده. حالا میریم سراغ موی موج. شماره 2A که به ما موی موجدار نازک رو نشون میده
و شماره 2B به ما موی مجدار با ضخامت متوسط رو نشون میده و شماره 2C به ما موی مجدار با ضخامت درشت یا کلفت رو نشون میده. حالا میریم سراغ موی فر. شماره 3A که به ما موی فر نازک رو نشون میده و شماره 3B به ما موی فر با ضخامت متوسط رو نشون میده و شماره 3C به ما موی فر با ضخامت درشت یا کلفت رو نشون میده. حالا میریم سراغ موی گره خورده. شماره 4A به ما موی گره خورده نازک رو نشون میده. شماره 4B به ما موی گره خورده با ضخامت متوسط رو نشون میده و شماره 4C به ما موی گره خورده با ضخامت درشت یا کلفت رو نشون میده. این مو به شدت داخل هم پیچیده شده و بهش به اصطلاح میگن گره خورده که در تصویر شماره 4 ضخامتشون رو میبینیم. حالا دوباره یه مرور دیگه میکنیم. در این تصویری که میبینید ضخامت مو با A, B, C مشخص شده و موی صافه که بهش میگن استریت هیر. در این تصویرم که با A, B, C ضخامت مو مشخص شده، موی موج داره یا بهش میگن ویوی هیر. و در این تصویر که با A, B, C ضخامت مو مشخص شده، موی فر یا کورلی هیر بهش میگن. و در این تصویر که ضخامت مو با A, B, C مشخص شده، بهش موی گره خورده یا کینکی هیر میگن. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. اگر سوالی در مورد این درس دارید میتونید در بخش کامنت ها از من بپرسید و راه ارتباطی هم مثل همیشه در بخش توضیحات آدرس اینستاگرام رو گذاشتم. میتونید اینستاگرام من رو دنبال کنید و آدرس کانال تلگرام هم در بخش توضیحات هست. میتونید کانال تلگرام من رو داشته باشید. من ویدیوی جدیدی که آپلود میکنم در یوتیوب لینکش رو میفرستم در کانال تلگرام و اینجوری شما میتونید زود با خبر بشید که ویدیوی جدید گذاشتم. مرسی که تا اینجا همراه من بودید. تا درودی دیگر، بدرود.